الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم. بعرض سلام و ادب و احترام در خدمت شما هستیم با برنامه اذکار آسمانی. قسمت 28 هست که در خدمتتون هستیم و تقدیم میکنیم ذکر شریف دیگه ای رو از اذکار آسمانی و اذکاری که بسیار پربرکت هستن و انشاءالله سعی کنیم ولو وقتی از ما نمیگیره فرصتی رو از ما نمیگیره انشاءالله سعی کنیم با ذکر مأنوس باشیم این زبان این نعمت عظیمی که خدای متعال به ما عنایت فرموده از این زبان خلاصه ذکر خدا رو هم بر آن جاری کنیم ضمن اینکه در قلب هم توجه داشته باشیم. آیات الهی عرض شد توصیه بسیار دارن در این باب ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها توصیه قرآن نامهای نیکو به خدا اختصاص دارد پس او رو با آنها بخوانید. یا ایها الذین آمنوا اذكروا الله ذکرا كثيرا خدا رو بسیار یاد کنید ای کسانی که ایمان آوردید و آیات دیگر اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون یادآوری میکنیم این چند آیه رو در هر جلسه که انشاءالله بدانیم که اینها توصیه های قرآن مجیده و سعی کنیم و بدانیم اون چیزی رو که خدای مهربان به بندگانش توصیه میفرماید برای اونها بسیار بسیار مفیده و موجبات سعادت اونها رو فراهم میکنه. توجه به اموری در باب ذکر و دعا رو فراموش نکنیم. نشه ذکری بگیم بدون توجه، ذکر بگیم به معانی اون مزامین اون توجه نداشته باشیم، ذکر بگیم خدای نکرده در حالی که به دیگران ظلم میکنیم به بندگان دیگه خدا ظلم میکنیم دعا میکنیم این مستجاب نمیشه از اون ور ببینیم که خدای نکرده شاید اصلا توجهی در کار ما نبوده، شاید لقمه حرامی در زندگی ما اومده. یقین به قدرت مطلقه الله تبارک و تعالی، حمد و ستایش خدا، خواندن خدا وقتی که به درگاه او میری مانند کسی که در حال غرق شدنه. این حالت ها این توجهات خیلی مهمه و ملاحظه میفرمایید اموری که در هر جلسه متذکر میشیم چون بسیار مهمه. اما ذکر شریفی که در این جلسه تقدیم حضور میشه سرور و شادی و پوشاندن عیوب. خب بر اساس عرض میشه که حالا زندگی ها دچار مخاطره شده، گرفتاری شده، غم و اندوه آمده، اسباب متعددی هست برای سرور و شادی. یکی از راه‌هاش این است که انسان عرض میشه که با این ذکرهایی که در این باب توصیه میشه اون شادی و اون سرور رو به قلب خودش بیاره. این ذکر شریف توصیه میشه برای همین موضوع، کسی که قلبش غمگینه، کسی که غصه داره، کسی که مدت هاست شادی رو در جانش ندیده، بیاد با اسماء الله به درگاه خدا، خدا رو بخونه با توجه، با وسیله قرار دادن محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین و ببیند که انشاءالله نتایج خوبی نصیب او خواهد شد انشاءالله. و پوشاندن عیوب، این که عیبهای او مخفی باشه، این که وقتی خلاصه خدای متعال عیب او رو آشکار نکنه آبروش بره. به درگاه خدا التماس میکنه، اصرار میکنه، الحاح میکنه و با این نامهای مقدس او رو میخوانه به این منظور. این فقره از عرض میشه 22 فقره است از دعای عظیم الشأن جوشن کبیر لقرة العین و حجب العیوب، چیزهایی که او رو خوشحال کنند، چیزهایی که خبرهای خوشی بشنوه، شاد بشه. و حجب العیوب این که عیبهاش مخفی بشه، عیبهاش آشکار نشه.
خدا اون پرده ها رو کنار نذاره که آبروش نزد مردم بره. بسم الله الرحمن الرحیم. یا من اظهر الجمیل، یا من ستر القبیح، یا من لم یآخذ بالجریره، یا من لم یحتک الستر، یا عظیم العف، یا حسن التجاوز، یا واسع المغفره، یا باسط الیدین بالرحمه، یا صاحب کل نجوا، یا منتها کل شکوا، سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. به مضامین دعا هم توجه داشته باشیم. به نام خدای بخشنده مهربان، ای آن که زیبایی را پدیدار نمودی، خالق تمام زیبایی های عالم الله تبارک و تعالی است، ای آن که زشتی را پوشاندی، چه بسیار از سیئات زشتی ها و بدی های ما رو که خدای متعال جلت عظمتو اونها رو پوشان و نگذاشت کسی بر اونها مطلع بشه، چقدر ما این امور رو مد نظر میاریم. ای آن که بر گناه سرزنش نکردی، چه بسیار معاصی و گناهانی که انجام دادیم و خدای متعال ما رو سرزنش نکرد، آبروی ما رو نبرد، اون زشت ها رو پوشان. ای آن که پرده دری ننمودی، گاهن یک سر یه مسئله کوچک انسان میشه با یه بنده خدای با یکی یه مشکلی پیدا میکنه، پرده او رو میدره، آبروی او رو میریزه، اما خدای متعال جلت عظمت او چقدر نسبت بندگانش لطف داره. ای آن که گذشتت بزرگ، ای که نیکو درگذری، خوب در میگذره خدا از گناهان و معاصی، ای آمرزگانیت فراگیر، ای دستت به مهر گشوده، ای شنوای هر نجوا، اون آهسته ترین سخن، اون نجوا، اون ندای درونی همه رو خدا میشنوه، میشنوه آری. ای سرانجام هر گلایه، منزهی تو، ای که معبودی جز تو نیست، فریاد رس، فریاد رس، ما رو از آتش برهان ای پروردگار من. با حالت کسی که در حال غرق شدنه، کسی که منقطع از خلقه، کسی که باور و یقین داره به معبود و صانع خودش، به الله تبارک و تعالی، با چنین حالتی بخواند خدا رو. یا من اظهر الجمیل، خدای تو زیبایی ها رو ظاهر میکنی. یا من ستر القبیح، چیزهای زشت رو تو مخفی میکنی، میپوشونی، ستر میکنی، پرده روی اونها میندازی. این فقره پس بنابراین برای سرور و شادی و پوشاندن عیوب هست که در تعداد اون هم عرض شد به هر مقداری که انسان بتونه هرچی بیشتر بهتر و پر ثمرتر است انشاءالله تبارک و تعالی. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.